قرآن بسیار سریع و واضح بیان هست. از همون اول برایتان به نمایش میگذارم. سوره نساء آیه 24 سوره نساء هم ازدواج دائمی آمده، هم ازدواج موقت یا همان صیغه آمده در قرآن، که سنی ها فرار میکنن، اهل سنت فرار میکنه چون میشرمن. و عمر برایشان از الله کرده گویا چی داره؟ مرجعتر هست و بزرگتر هست، مرجعیت داره. متن عربی همین آیاتی که من به شما دوستان عزیز گفتم، میبینین که واژه اجورهن آمده، نه واژه مهورهن. میریم به قسمت پایین، امیدوار هستم دوستان ریکارد کنن که بعدن رو نشش کنیم. ببینید دوستان بزرگوار، و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شدند مگر آنهایی که به تصرف شما در آمده باشند. موضوع بحث ما نیست، میگذریم از این جنایاتشان. از کتاب خدا پیروی کنید، از کتاب الله، امین قرآن. و جز اینها، این زنان را گفت در مورد زنهایی که در بالا آمده، زنهایی را که شما چی میکنین؟ به عنوان کنیز میگیرین، به عنوان برده جنسی. و جز اینها، اینجا میاد در مورد ازدواج دائمی صحبت میکنه. اینجا مسئله ازدواج دائمی شروع میشه. زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خیش مهریه بپردازید و آنها را به نکاح درآورید. این مسئله ازدواج دائمی از دوستان عزیز کامه داره در اینجا. ببینید این قسمت آیت مسئله ازدواج دائمی است، نه به زنا. بر شما حلال شدند. از اینجا زنان دیگر تا اینجا، تا این قسمت آیت، بر شما حلال شدن مسئله ازدواج دائمی هست، نه مسئله صیغه. و اینجا مسئله صیغه شروع میشه. و زنانی را که از آنها تمتع میگیرید، یعنی چی میگیرین؟ کامجویی میکنین، لذت جنسی میبرین، واجب است که مهرشان را بدهید و پس از مهر معین در قبول هرچی هر دو بدان رضایی بدهید گناهی نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است. ببینید دوستان عزیز، قسمت سوم گفته زنانی که از اونا شما کام میگیرین چی کار میکنین؟ واجب است که برشان پول بدین و پس از مهر معین، یعنی مقدار پولی را که تعیین کردین و هرچی که بین خودتان توافق کردین برشان بدین، امرشان سکس کنین. چرا اینجا دیگه ازدواج دائمی را الله نمیتونه دوباره بیاره در آیت؟ یک بار آورده دیگه، یک بار آورده. زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خیش چی بدید؟ اجوره بپردازید، مهریه گفته در آیت، و آنان را به نکاح خود درآورید، نه به زنا. بر شما حلال شدند. این بود ازدواج دائم تا این قسمت. اینجا با صیغه شروع میشه. و زنانی را که از آنها تمتع میگیرید، یعنی کامجویی میکنین، سکس میکنین، واجب است که چی کنین؟ پول برشان بدین. این مسئله صیغه از دوستان عزیز که مسلمانان اهل سنت چی کار میکنن؟ پنهان میکنن چون میشرمن. در کل هم دائمیش هم موقتش فروختن زنان هست. زن فروشی از در اسلام. زن آلت تناسلی خودش را در خدمت شوهر قرار میده و در برابرش چیکار میکنه؟ نفقه میگیره، میخوره. چرا گفته شما میتونین اونها را بزنین؟ چون نفقه برشان میدین. بعد از این که دیگر نمیخواهد شوهر نفقه بدهد و طلاقش بدهد، اون زمان یک مقدار پول برش میده تا وقتی که صاحب دیگری پیدا کنه و نفقه خور مرد دیگری شوه. این پولی که به عنوان اجوره آمده، ما از مسلمانان پرسان کردم در برنامه مالکشی کردن، جواب اساسیش چی است دوستان عزیز؟ مرد مسلمانی زن میگیره، مکلف است که این زن را شکمش را سیر کنه تا این زن در خدمتش در رخت خواب هر روز قرار بگیره، یعنی هر روز برش اجوره میده، نان در برابر سکس و فرمانبرداری در برابر نان، فرمانبرداری در برابر نانی که برش میته. اما وقتی که طلاقش میته دیگه نانش نمیته، مقدار پولی را برش میته که تا وقت صاحب بعدی خود را پیدا کنه و برش چیکار کنه؟ نان بته و شکمش را سیر کنه و تا اون زمان این زن مقدار پولی را داشته باشه که از گرسنگی در روی خیابانها جان نته. این است اصل اسلام و ارزش اسلام به زن. تا از نفقه میخوره در تخت خواب در خدمت شوهر قرار میگیره. و سوره قرآن هم آیه
223 سوره بقره چی کار میکنه؟ میگه که شما هر وقت خواستین زنتان را چی کنین؟ همراهش سکس کنین. به زن نگفته که تو هر وقت خواستی. چرا؟ چون مرد داره چی میکنه؟ نفقه میته. مرد تعیین میکنه که چه وقت این زن را برهنه کنه. مرد تعیین میکنه که چه وقت با این زن سکس کنه. زن هیچ کاره ای نیست. زن من حیث یک گودیگک، من حیث یک عروسک، هر وقتی که میل داشت مرد در رخت خواب میبره، چون شکمش را سیر میکنه. این است ذات اسلام و احترام اسلام به مادر مسلمان شما، به خواهر مسلمان شما، به آبروی زن، به عزت زن، به عفت زن و به نام زن. این از واقعیتش چیزی که وجود داره، شما نمیتونین دیگه حالا این کارش کنین. متاسفانه امین هست که هست. حالا دوستان نمیگن. خب بگیم چرا نفقه میته؟ خب چرا باید زن مرد هر وقتی که میل داره زن خود را ببره در رخت خواب؟ خب میگه به دلیل خب نداره حرفی برای گفتن. به این شکل با ما صحبت میکنه. یک دو دفعه میکنه، یک دو دفعه آ میکنه، حرفش تمام است. دیگه چیزی برای گفتن نداره. و در نهایت وقتی میگیم چرا باید زن چیکار کنه؟ چرا باید زن بعد از اینکه شما طلاقش میدین برش نفقه بدین، برش اجوره بدین، نمیآیند که صادق باشن بگوین این اجوره به خاطر داده میشه که زن نفقه خورا مخته شده، آلت تناسلی خود را در برابر نفقه سالها در خدمت شوهر مسلمان خود گذاشته، حالا این زن نفقه خور است. اگر شوهرش طلاقش بده، تا وقتی که شوهر بعدی را پیدا میکنه نفقهش از کجا میآید؟ پول اجوره، همون چیزی که به نام مهریه میگن. پول مهریه صرف برای این، برای زنان مسلمان داده میشه که تا نفقه دهنده بعدی را پیدا میکنن شکم خود را سیر کنن و از گرسنگی نمیرن. این از پول نفقه، پول اجوره یا پول مهریه ای که برای زنان مسلمان داده میشه. وقتی مسلمان میایه میگم چرا به زن مسلمان شما پول میتی؟ راست نمیگه. نمیگه نمیتیم. میتیم خب یک مش خرما میتیم، یک مش گندم میتیم. نه بابا، مشخص است، معین هست که این پول برای زن داده میشه تا نفقه خور بعدی را، نفقه دهنده بعدی را چی کنه؟ شکار کنه و بره در رخت خواب مرد بعدی قرار بگیره. اسلام ذاتش امین هست و بیش از این نمیشه. زندیات سخن صادق هدایت که گفته بود تمام رزالت ها و پلیدی های جهان را جمع کردن و چیزی را به نام اسلام به مردم تقدیم کردن. سخن او را باید من هر روز یاد کنم، به خاطر که این همه پلیدی را من وقتی میبینم و این همه پلیدی را تنها اسلام میتونه در خود داشته باشه. هیچ دین دیگه ای نداره این پلیدی را در خودش. پویا جان سپاس عزیز من.